قسمت 32 رفتگر محله. بچه ها من میگم چطور هفت‌سنگ بازی کنیم؟ من خیلی دوست دارم. چطوره بچه ها؟ بریم فرهنگ سرا. آمو خوبه. سلام، خسته نباشید آقا. علیکه سلام، مونده نباشی بابا. خب اینم تموم شد. چقدر تمیز شده کوچه‌مون. دست شما درد نکنه. قابلی نداره، این وظیفه منه دخترم. بارون آشغال میاد؟ تو چند سال اخیر بی سابقه بوده. اونجا رو نگاه کنی. از کجا افتاد این کیسه ای زباله؟ فکر کنم از اون پنجره، از همیشه کارش همینه. آقا چرا آشغال پرد میکنی بیرو؟ بیتر بیاد بیا ببینی کوچه رو چیکار کردیم. آره بابا. آخ آخ، روز از نو، روزی از نو. بند خدا باید دوباره کوچه رو تمیز کنه. ای بابا خسته شدم. بازم که آشغالاتونو ریختیم تو ماشین. آخه چقدر بگم این ماشین آشغال دونی نیست. ببخشید. خوب شد همیشه آشغالا رو بریزه تو کوچه خیابون. از دست این آدم های بیملاحظه. تو بابا بده بیا اینم تو بده. چشم مادر داد نزن جانا پوریا، بیا اینجا ببینم مادر چیکار داری. ماما باشا نمیخواین از مادراتون به خاطر این غذای خوشمزهی که درست کردن تشکر کنی؟ من به مامانم گفتم که دستیشون درد بکنه. شنیدم گفتین مادر، ولی وقتی شما به بزرگترها تو کارا کمک نمی کنین تشکرتون ناقصه. منظورتون اینه که تو جمع کردن میز کمک کنین؟ آفرین، خودشه. بفرمایین. بدی من ببرم. دعوا نکنید، واسه هر دوتون هست. اینو تو ببر، اینم تو. چشم باره بریم، من الان برمیدارم. نمیخواد مادر، بقیهشو خودم میارم. کجا بوده؟ آره ما با ماشین داشتیم میرفتیم. آقا چه خیابونی، به به، حظ میکردی نگاش کنی. آدم اونجا یه دونه آشغال هم نمیبینه رو زمین. اینجا هم تمیزه. همین امروز پروبی که با گلرخ و لیلا رفته بودیم بیرون، من خودم دیدم که رفتگر محلمون همین آقایی که پیره کوچه رو تمیز کرده بود مثل دسته گل. حتی یه دونه آشغال هم نموند. ولی تو همه جا تمیز شد، یهو یه نفر از ساختمون روبروی کیسه آشغالش رو پد کرد بیرون. یه همسایه دیگه هم با ماشینش از رو رسید و بچه‌هاش قبل از رفتن تو پارکینگ کلی آشغال ریختن تو کوچه. چه پیرمرد، به جای اینکه زحماتش رو قدر بدونن و کوچه رو تمیز نگهدارن، اینجوری مزد دستشو میدن. این همم کار میکنه، هیچ کس هم نمیبینه. شبه که از خواب بیدار میشم برم آب بخورم، صدای جارو زدنشو میشنوم. اگه یه روز نباشه محله رو آشغال برمیداره، ولی کو کسی که قدرشو بدونه. البته همچین بی حسابم نیست. آدمایی که کار نیک میکنن ولی ازشون قدردانی نمیشه، ارزششون پیش خدا از همه بالاتره. به نظر من آدمایی که از تو پنجره آشغال پرت میکنن تو کوچه باید جریمه بشن. تو خارج هر کی آشغال میریخت تو خیابون جریمش میکردن. اصلا میدونیم بهترین کار چیه؟ باید از همین پایین یه کیسه آشغال پرت کنی تو خونهشون تا حالشون جو بیاد. بچه ها من فکر میکنم باید یه جوری بهش کمک کنیم. گناه داره، تازه مریضم هست. فکر کنم سرما خورده. راستی مامانم آش درست کرده، میرم یه کاسه آش براش بیارم واسه سرما خوردگی. خوبه، فکر خوبیه، برو. من رفتم، زود میام. سلام، ببخشید خانم، کیسه‌تون سوراخه. زباله ها داره از توش میریزه بیرون، نگاه کنید. اینا هاش. ماما کارت مثل قصه هانزل و گرتل شده. نگاه کن کیسه زباله ها دیگه قلابی شده، جون نداره یه ذره آشغال تو خودشو نگه دارم. ولی انگار یه چیز تیزی پارش کرده. نگاه سرش از تو کیسه زده بیرون. ببینم، مگه شما بچه ها کوچه رو تمیز میکنین؟ بعدش همین کوچه همیشه کثیفه. ما که یه دفعه ندیدیم اینجا تمیز باشه. اصلا معلوم نیست رفتگر برای چی داره حقوق میگیره. یکی نیست بگه به جایی که بشینی استراحت کنی کارت رو انجام بده. را بیافتیم بریم ببینم. اینا هم آشغالشون انداختن زمین. چی شده؟ هیچی، ببریم بدیم آقای رفتگر. بفرمایین بخوریم، براتون
خوبه، بهتر میشی. بفرمایی. آبه بچه چه بوی الهی، خیلی ببینید. سب کن دستکش مادر بیارم. نمیدونی چقدر عوض آش کرده بودم. نوشه جان. چه عطری، دستت درد نکنه. خواهش میکنم نوشه جونتون. بابا خیلی وقت بودم چین آشی نخورده بودم. یادش بخیر مادرم تو دهمون آش نظری درست میکرد. همه جمع میشدن دم خونمون، حتی از دهات اطرافم میومدن. اصلا آشایی که میپخت معروف بود. من هر سال همین موقع میرم ده سر خاکش براش فاتحه میفرستم و بعدش هم یه جشن کوچیکی میگیریم دوتایی. جشن میگیرین سر خاک؟ آره، آخه سالگرد تولدم میرم سر خاکش. خدا بیامرز خیلی جشن شادی رو دوست داشت. منم که کسی رو اینجا ندارم. چه جالب. ولی امسال با این مریض و این همه کار مثل این که شدنی نیست. بذار ببینم. مگه شما بچه ها کوچه رو تمیز میکنی؟ فهمیدم چیکار کنم تا آقای رفتگر به آرزش برسه. آره او به کمک ما احتیاج داره. برای همین هممون تصمیم گرفتیم کوچه رو تمیز کنیم. اینطوری میتونیم به بقیه هم درس بدیم. عالیه، موافقم. قبوله مادر؟ آره عزیزم قبوله. حالا چیره گریه میکنی؟ نیازش تنده مادر. منم موافقم. ای وای، بازم برم میرسم به این کوچه پر از زباله. دیگه جون ندارم. دستتون درد نکنه بابا، اما این کار شما نیست، کار خودم انجامش میدم. ما میخواییم کمک کنیم که شما کاری نداشته باشین و بتونیم برین دیه تولدتون جشن بگیریم. ممنون، ولی به این سادگی نیست دخترم. من اینجا مسئولیت دارم، نمیشه کارا رو ول کنم و همینجوری برم. باید اول مرخصی بگیرم بعد. بابا نگرد، تو کجای کاری داری؟ چون برگرد اینو. آهای آقا اینجا رو نگاه بیاینو بردار. آهای چرا اشخان میریسین؟ مگه نمیبینین کوچه تمیز شده؟ سود باشین پوست موزه بردنی ببینم. سود باشین ببینم. مگه نه هرچیزی نزدیش خونه یه دارم. باید یه کاری کنیم همه نظافت رو یاد بگیرم. بی طبیعت ها. خانم این آشخان مال شما. لطفا بندازی به تو سد آشخان. پندهشون درد نکنه، نمیذارن هیچی آشغال بریزه. مگه شهرداری از بچه برای نظافت کمک میگیره؟ و به حق چیزایی ندیدی؟ کاش همه مثل این بچه ها دلشون واسه رفتگر محلی میسوخت. فکر کنیم بنده خدا هر روز چقدر کار میکرده به ما نمیدونستیم. نگاه کن چند نفری دارن کارشو انجام میدن اما هنوز تمام نشده. چه فایده داره؟ این بچه‌ها که دائم نمیتونن این کارو بکنن. درس دارن، زندگی دارن. فرد پس فردا رو چیکار میکنن؟ اینجا بازم میشه مثل روز اول. ببین بهت کی گفتم. این نشون میده که ایراد از خود ماست. باید یه فکر اساسی کرد. سلام، خسته نباشین. ببخشید مامانم یه گونی داده بذارم دم در، ولی سنگینه نمیتونم. میشه شما کمکم کنین؟ همینجا تو پارکینگ. چرا نمیشه بابا جون، الان برات میارمش. خیلی ممنون. اینجا برقش خرابه. بفرمایی. خسته نباشی اصل والی چطوره؟ به مرحمت شما بد نیستم. خدا شاهده ما راضی به زحمت نبودیم آقا. نه آقا، این وظیفه ما. شما الان مدت هاست توی محل کار میکنیم. ما باید زودتر از اینا از شما قدردانی میکردیم. قدردانی از دیگران در حقیقت شوگذاری از خداونده که ما کم گذاشیم. شرمنده. همین که این مدت شما این بچه ها به من محبت کردین از سرمون هم زیاد آقا. این چه حرفیه؟ راستی دیدم بعضی از همسایه ها نظافت رو رعایت نمی کنن. تصمیم گرفتم خودم با مدیر ساختمون صحبت کنم تا کار شما رو اینقدر زیاد نکنن. ان شاءالله درست میشه.
خدا از بزرگی کمتون نکنه. خدا بهتون عوض بده آقا. راستی سفرتون چی شد؟ بالاخره میتونید برین ده سرخاک مادرتون؟ آره بابا، پس فردا مرخصی گرفتم. آخر هفته میرم ده، اونجا هواش بهتره. بلکه این سرفم هم خوب بشه. چی؟ یعنی تا آخر هفته ما هر روز باید کوچه رو جارو کنیم؟ نه پسر، هم حساب کتاب داره کار ما. یه نفره گذاشتن جام تا برگردم. حالا نه اینکه تو خیلی کار میکردی، چه نگرانه.